جنجال های حضور باران کوثری در نقش فرو. فیلم ها و سریال های ژانر بیوگرافی یکی از موضوع های مورد علاقه کارگردان هاست، ژانری که ساختن سخت و شبیه راه رفتن روی لبه تیغه. نتیجهش هم میتونه دیدنی و موندگار باشه یا یه شکست به کارنامه کاری عوامل فیلم. ساخت فیلم و سریال درباره شخصیت های ادبی موضوع تازه‌ای نیست. سال 84 تلفیلمی درباره پروین اعتصامی ساخته شد، فیلمی به کارگردانی مرتضی احمدی هرندی با بازی آنا نعمتی، فیلمی که کمتر کسی اون رو دیده و یا حتی اسمشو شنیده. یکی از معروف‌ترین ساخت‌ها درباره شخصیت‌های ادبی سریال شهریار بود. شبانگاهی که مهتابی ندارد، به چشم مردمان خوابی ندارد. سریالی که کمال تبریزی اون رو کارگردانی کرد و اردشیر رستمی نقش شهریار رو داشت. صدا، لحن و بازی‌های مناسب باعث شد این سریال توی خاطره‌ها بمونه. توی سالهای اخیر کارگردان ها علاقه بیشتری به زندگی چهرهای ادبی پیدا کردن. از فیلمهایی که ساخته شده مثل نرگس مست درباره عارف قزوینی با بازی مهدی پاکدل. صدایم را در پسله ها و کوچه های خونالود تهران کنار جنازه های شهیدان جا گذاشتم. تا حضور کوتاه هدا زین‌العابدین در نقش رابعه بلخی توی فیلم سمفونی نهم. شما جان من را میگیرید، من میمیرم، اما شعر نمیمیرد. یا فیلمایی که در حال ساخت و منتظر اکران مثل سینمای رویای سهراب که درباره زندگی سهراب سپهریه و یا فیلم پرسر و صدای مستش درباره زندگی مولانا. توی روزهای اخیر خبر ساخت فیلم زندگی فروغ فرخزاد شاعر معاصر دوباره اوج گرفت، خبری که اولین بار 2 سال پیش بود که منتشر شد. رگ‌های آبی فروغ فیلمی به کارگردانی جهانگیر کوثری و فیلمنامه‌ای با همکاری این تهیه کننده و نعیمه اسلامی. این اولین تجربه کارگردانی جهانگیر کوثری و طبق خبرها قرار این فیلم سینمایی درباره چند مقطع از زندگی فروغ باشه. اما جنجالا بر سر چیه و چرا ساخت زندگی فروغ اینقدر پرحاشیه شده؟ اولین جنجال بر سر انتخاب باران کوثری برای نقش فروغ بود، انتخابی که هم مخالف داره هم موافق. مخالفا میگن باران کوثری ممکنه بازیگر خوبی باشه اما برای نقش فروغ مناسب نیست. اصلا باران کجا و فروغ کجا؟ دلایل این مخالفت هم طیف وسیعی داره. از دلایل ظاهری مثل اینکه فروغ لاغرندام و صورت کشیده و استخونی داره تا دلایل تکنیکی تر مثل لحن و فن بیان نامناسب باران کوثری برای این نقش ذکر میشه. بعضی از مخالفا و منتقدای سینمایی مثل نیما حسنی نسب هم علت این انتخاب رو بیشتر به آقازادگی سینمایی باران ربط میدن و این انتخاب نامناسب رو محصول پارتی بازی فامیلی میدونن. موافقا هم با توانایی باران کوثری توی بازی نقشای مختلف میگن. اینکه این بازیگر برای بازی توی عرق سرد وزن زیادی کم کرد، پس میتونه برای فیلم فروغ هم وزن کم کنه و با کمک گیریم بازیگر مناسبی باشه. اما خیلی های دیگه کلن با ساخت این فیلم مخالفن و میگن به خاطر سبک زندگی و باورهای فروغ، شخصیت تابوشکنش و مسائل شخصی و ارتباطاتی که داشته، ساخت چنین فیلمی عملی نیست و در حال حاضر زندگی فروغ غیر قابل نمایشه. ادعی هم میگن اگر قرار به نمایش زندگی فروغه که باید پرویز شاپور، ابراهیم گلستان و فریدون فرخزاد هم توی فیلم باشن، اگر قرار این شخصیت ها سانسور بشن پس چی از زندگی فروغ باقی میمونه و چی رو قراره بسازن؟ این وسط واکنش گلاب آدینه بازیگر پیشکسوت هم به این انتخاب جالب بود. البته هنوز جزئیات دیگه از این پروژه و این که بقیه بازیگرای فیلم چه کسانی هستن منتشر نشده. نظر شما چیه؟ به نظر شما فروغ فرخزاد کسیه که مثل هیچ کسی نیست و نباید وارد زندگی شد یا باید پیش رفت و فیلم زندگیش رو ساخت؟ یادتون نره که اگر این ویدیو رو دوست داشتین برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید.